سرای ما کود حیوانی رو فراوری میکنیم برای اینکه کود حیوانی بهتر بتونه گیاه بتونه این کود رو جذب کنه و بوی نامطلوبی نداشته باشه و انواع امراض گارسی و ویروسی که زاتن در ذاتن در کود حیوانی وجود دارن به درختان و با شما انتقال پیدا نکنه ما باید این کود رو ترشیب خب حالا میرسیم به نقش کود اوره در فرایند فراوری کود حیوانی کود اوره یک منبع غنی از نیتروژن هستش چه در فرایند فراوری کود حیوانی به فرم‌های قابل جذب‌تر و قابل قبول برای گیاه در کود حیوانی میشه و میزان نیتروژن موجود در کود حیوانی رو افزایش میده و فرایند تسریع کود حیوانی رو افزایش میده همینجور که الان مشاهده میکنید اینجا الان دمای کمپوست بالا رفته کود اوره با نیتروژن موجود و افزایش نسبت چرب و نیتروژن شرایط موجود در توده و برای فعالیت میکرو ها مساعد میکنه میکرو ها هم مواد موجود در کود را کود حیوانی رو به فرم های قابل تجزیه و قابل قبولی برای جیاه تجزیه میکنم و کود رو تجزیه میکنم و باعث افسایش دمای کمپوست میشه که به خودی خود شرایط رو برای فعالیت میکروارگانیسم‌ها ها مهیا میکنه با افزایش درصد آمونیاک اوره رو با آمونیاک تبدیل میکنه و باعث افزایش دمای کمپوست میشه و کمپوست ما شرایط بهتری برای فعالیت میکرو ارگانیسم ها فراهم میکنه و باعث از بین رفتن بعض و عوامل بیماری ها در داخل توده فراوری شده میشه خب حالا نقش گوجرد در فراوری خود حیوانی چیه گوجرد با پایین آوردن پی ایس و اسید ساختن محیط توده باعث جذب و افزایش جذب فسفر میشه چه به خودی خود در پی ایس های بالا قابل جذب توسط درختان نیست گوجرد علاوه بر تنظیم پی هاش خاچ توده <تص> یه چه منبع غذایی و مورد نیاز برای درختان ما هستش و بوی بد و عوامل بیماری‌های بیماریزایی که در توده ما به خودی خود وجود دارن را هم میتونه از بین ببره کنیم الان این توده چه مشاهده میکنید تن کود حیوانی هستش تن کود حیوانی برای صد درخت انگور تقریبا نه ساله استفاده میشه برای تن کود حیوانی نزدیک دو کیلو گوجرد دو چیز گوجرد پودری استفاده شده زیرا گوجرد پودری در این فرایند شرط اصلی سطح تماس بیشتر هستش در استفاده موقع استفاده از گوجرد پودری هم به نسبت گرانوله سطح تماس بیشتری نسبت به گوجرد گرانوله داره دو چیز گوجرد پودری و یک چیز گوجه کود اوره یا هم کود سفید هم به عنوان کود سفید هم شناخته میشه در این ترشیب باید رطوبت البته اینم بجمع این روش پوس فراوری کود حیوانی روش حوازی هستش در روش حوازی به هیچ عنوان با نایلون پوشیده نمیشه کود حیوانی و اینم بجمع رطوبت کود باید نزدیک چهل درصد باشه یعنی چی چهل درصد یه وقتی شما کود حیوانی رو در دست میگیرید و فشار میدید از همدیجه باز نشه و قطره آبی از این کود نشه که در این صورت رطوبت شما نزدیک چهل درصد هستش و دمای پنزاه الا شست درجه سانتیگراد برای این توده بهترین دما برای حتتون کمتر چهل درصد باشه دمای مورد نیاز که 50 الی 60 درجه سانتیگراد هستش برای فراوری کود تامین نمیشه و عمل فراوری تکمیل نمیشه بذاریم با هم چش کنیم که دمای توده الان چقدر هستش دمای توده نزدیک همزو شما شاهده میکنید سی و هستش یعنی ولی ما الان ما دو سه روز این توده رو آوردیم بخش های زیرین مطمئنا پنج لا شش درجه بالاتر از این خواهد بود و این توده رو به مدت دو ماه یا یک ماه و نیم نجه می داریم و هر هشت روز یا ده روز یک بار توده رو مخلوط میکنیم تا اکسیژن مورد نیاز برای عمل فراوری به بخشهای زیرین توده هم برسه و بتونیم یک کوده عالی و خوب داشته باشیم